به گفته یک مقام ارشد سازمان ملل، محدودیت‌های شدید در رابطه با حقوق زنان همچنان مانع از ورود مؤثر افغانستان به جامعه بین‌المللی است. به گزارش که همکارم در این زمینه تایید نموده توجه فرمایید. جنبایوا نماینده ویژه دبیرگاه کل سازمان ملل در امور افغانستان در جلسه شورای امنیت سازمان ملل توضیح داد که مشارکت دولت طالبان در مذاکرات دوحه به آن دولت مشروعیت نمی‌دهد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هیچ کشوری به طور رسمی این حکومت را به رسمیت نشناخته است. حکومتی که تفسیر منحصر به فرد و خاصی از اسلام را اعمال می‌کند و همین امر منجر به تحمیل اقداماتی با هدف از بین بردن آزادی زنان شده است. سازمان ملل این سیاست‌ها را آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و اوتومبایوا هم در این رابطه گفت محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران به ویژه در زمینه آموزش کشور افغانستان را از سرمایه انسانی حیاتی محروم و به فرار مغزها کمک کرده و آینده افغانستان را به تباهی می‌رساند. وی در ادامه افزود که این محدودیت‌ها ادعاهای مشروعیت مقامات طالبان را زیر سوال می‌برد و از دستیابی به راه حل‌های دیپلماتیک که می‌تواند منجر به حضور مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی شود، جلوگیری می‌کند. قابل ذکر است که جامعه جهانی در سال گذشته روندی را آغاز کرد تا در مورد تقویت تعهدات خود در قبال افغانستان از طریق نشست‌های نمایندگان در دوحه تحت نظارت سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان گفتگو کند. مقام های طالبان مشارکت خود را در دور سوم مذاکرات برنامه ریزی شده در قطر در 3 ژوئن و اول جولای تأیید کردند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتارش گفت که بحث ها در مورد چگونگی برگزاری سومین نشست همچنان ادامه دارد. آتومبایوا خاطر نشان کرد که مشارکت مشترک و هماهنگ بین المللی می تواند انگیزه ای برای طالبان ایجاد کند تا سیاست هایی را اتخاذ کند که امکان ادغام مجدد در جامعه بین المللی را فراهم کند. وی در پاسخ به انتقاد از غیبت نمایندگان جامعه مدنی افغانستان تأیید کرد که آنها در نشست جداگانه ای در 2 جولای در دوحه حضور خواهند داشت. سفیر افغانستان در سازمان ملل نصیر احمد فایق از غیبت جامعه مدنی و زنان در میز مذاکره ابراز ناامیدی کرد و از این برنامه که شامل روند سیاسی و حقوق بشر نمی شود انتقاد کرد. آتومبایوا در این زمینه توضیح داد که گفتگوهای رسمی با طالبان به ویژه بر شرکت‌ها، بانک‌ها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود. از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای دکتر، سلام و عرض ادب خدمت شما دارم. آقای دکتر، به نظر شما با توجه به سخنان نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان، این کشور تا بازگشت دوباره به جامعه بین المللی چه مسیری را باید طی کنه؟ بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنون. در مورد ادغام افغانستان در جامعه جهانی، ما با 2 موضوع متعارض مواجه هستیم. اول اینکه سازمان ملل متحد نقش اساسی برای تامین امنیت جهانی و همینطور همگرایی جهانی داره و از طرف دیگه گروه طالبان هنوز در لیست سیاه و در لیست گروه‌های تروریستی نهادهای ملی و بین‌المللی هست. و از طرف دیگه این که سابقه سیاهی رو گروه طالبان در گذشته داره و الان هم به نقض حقوق بشر و حتی بحث آپارتاید جنسیتی مواجه است. بنابراین این موضوع ادغام افغانستان در جامعه جهانی رو با سالهای متعددی روبرو ساخته و فرایند ادغام رو خیلی سخت میکنه.
خصوصا اینکه اگر بخواهند افغانستان را با گروه حاکمی که فعلا هست بخواهند در جامعه جهانی ادغام کنند، بحث این هست که آیا نباید مجازات ها و جنایاتی که گروه طالبان مرتکب شدند و بسیاری از رهبران آنها که فعلا در قدرت هستند مسببین این جنایات هستند، آیا اینها باید با دستیابی به قدرت از مجازات فرار کنند یا باید مجازات شوند؟ این سوال اساسی است که ابتدا باید به این پاسخ داده شود و سپس دنبال فرایند ادغام افغانستان در جامعه جهانی باشیم. به دلیل اینکه اگر قرار باشد گروه هایی که مرتکب نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و امثال اینا شدند، اینها را جامعه جهانی با اونها تعامل بکنه و اونها را به عنوان بخشی از جامعه جهانی بپذیره، بنابراین مبارزه با گروه های تروریستی و افراطی بی‌معنی خواهد بود. از این جهت بسیاری از گروه های تروریستی در نقاط مختلف دنیا هستند که اگر آنها بدانند که با دستیابی به قدرت گذشته سیاه آنها نادیده گرفته می شود و مطیری برای فرار از مجازات خواهند داشت، طبیعتاً یک امیدی برای آنها ایجاد می شود. بنابراین ادغام افغانستان در جامعه جهانی مستلزم پاسخ به سوالات متعددی است و به این راحتی که نماینده سازمان ملل متحد دنبال اون هست اتفاق نمیافته. ایشان باید به دنبال پاسخگو کردن گروه طالبان باشه، نه دنبال ادغام این گروه در جامعه جهانی. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین که از ایتالیا دعوت ما را پذیرفتند.